همراه میشیم با محمد جواد اکبرین، روزنامه نگار و دین پژوه از پاریس. آقای اکبرین، خب به عنوان یک دین پژوه، ارزیابی شما از این برنامه تلویزیونی و رفتار روحانیون و مدعیان حاضر در این جلسه چیه؟ وقت شما بخیر. ببینید، همه اصناف، شغلها، تا آیین‌ها، اینا همه توی جامعه یه کارکردی دارن، یه مخاطبی دارن. جامعه بهره‌ای از اونها میبره، به میزان بهره‌ای که از اونها میبره براشون جا باز میکنه در میان خودش و اونها رو میپذیر. و همه اینها یک نشانه هایی دارن، یک شکل و سبکی دارن در ارتباط با جامعه. اگر روزی شما در هر یک از این اصناف و شغلها و آیین‌ها رفتاری دیدید، چیزی دیدید که بسیار متفاوت بود با اون تلقی و توقعی که جامعه از اونها داره، احتمالاً باید گفت که تغییری در کارکرد اونها ایجاد شده و چه بسا اونها کارکرد خودشون رو از دست دادن و برای بقاشون و برای اینکه بخوان بمونن باید رفتارشون رو عوض کنن. ما در 14 دهه گذشته به تدریج دیدیم که با توجه به کارنامه حکومت اسلامی جامعه از روحانیان فاصله گرفت. اینا کارهای مختلفی رو تو این سالها تجربه کردن برای اینکه در کانون توجه جامعه باشن. در حوزه‌های مختلف فرهنگ، سیاست، امنیت، اقتصاد وارد شدن. الان هم که این صحنه ها رو ما داریم می‌بینیم، به نظر میرسه معناش اینه که اونها دیگه از اون حوزه‌های دیگه هم ناامید شدن از اینکه در کانون توجه مخاطب قرار بگیرن و حالا در نقش کمدین هایی با همین شکل و قیافه حاضر شدن. در متون قدیم پیشینیان ما میگفتند که روزگاری خواهد رسید که بوزینگان بر منبر پیامبر بالا و پایین بیروند. به نظر میرسه که ما در چنین دورانی زندگی. بله، به عنوان یک تحلیلگر سیاسی شما فکر میکنید اساسا تاثیر این تبلیغات حالا یا تلاش های رسانه‌ای جمهوری اسلامی بر نسل جدید و خصوصا کودکان و نوجوان امروزی چیه؟ دشوار پاسخ به این سوال توی زمان کوتاهی که داریم، اما بعضیا بر این نظرن که خب این تأثیر میگذاره، هم به لحاظ ایدئولوژیک هم به لحاظ تربیتی بر کودکان تأثیر میگذاره و از این بابت نگرانن. بعضی دیگه معتقدن که نه، عوامل مختلفی باید دست به دست هم بده تا اینها اون تأثیر نگران کننده رو بگذاره. من و شما که داریم با هم صحبت میکنیم و کسانی که هم دوره های ما هستن و دوران مدرسه، دبستان، راهنمایی رو در مدارس جمهوری اسلامی پس از انقلاب 57 گذروندن، کم از این صحنه ها که ندیدن، هیچ، بسیار تحت تعالیم ایدئولوژیک قرار داشتن. ولی ما الان کجاییم؟ آنچه که من دارم میگم و فکر میکنم و جایی که شما هستید و فکر میکنید هیچ نسبتی با اون تعالیم نداره. به نظر میرسه که اون چیزی که نگران کننده هست الان دست کم با حضور کمیک این جماعت چندان نباید جای نگرانی باشه. متشکرم از توضیحات شما محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و دین پژوه از پاریس.